این یکی مثلا از خونه‌های قدیمی اینجاستون همین دوروبر خراب شده ساخته شده، این مال دایی مرحوم من مثلا البته پیشوا بسیار قدیمی بوده ولی خب الان دیگه شده جا 700 سال بیشتر نیست 7000 سال کوچه باغ بوده و اینجا به اصطلاح کوچه‌های باریک 4 متری 3 متری بوده. الان دیگه چون باغ‌ها به علت نبودن آب خشک شد و درختاش خشک شد شد مسکونی. والا یه داستانی هست که میگن پرستوها به لانه بس این بر برم به سرم بشن پرستوها به لانه بر میگردن. من در سن 3 سالگی از اینجا رفتم بیرون ولی در سن 55 سالگی برگشتم. گفتم حالا کاری که میخوام انجام بدم بذار حداقل برای تو مملکت تو زادگاه خودم باشه. هیچ اغره فقط یه به اصطلاح دوست داشتن زادگاه خودم. الان در این قسمت مثلا بالاها نشون میده اینجا تقریبا کوهستان بوده، همش شیب به طرف کوه بوده. نه این باغ قدیمی پیشواز که بله البته همه درختاش خوش شده البته دیگه ولی این سال مونده بله خدا 30 سال من این باید نیمه دایی جان این باغ اجاره داداش حسین شهید بله خدا بیامرز خدا بیامرز ما چقدر میمدیم اینجا اینجا انجیر میخوردیم انجیر میخوردیم انار میخوردیم ما از این کوچه باغا فکر کنم از این کوچه خیلی میمدیم مثل ایسکای راه هم خود مجتمع رو سند گرفتیم سند رو به نام زدم به نام مجتمع توانیابان نیکوکاری و موسی بن جعفر درست کجا رو سند خود بچه های معلولی بعد یک دونگ از پمپ بنزین زدم به نام مجتمع وقف مجتمع وقف مجتمع یه دونگم از شجره رو زدم درست شد در نتیجه یه درآمد خیلی خوبی برای این مدرسه ایجاد کرده که بعد از 100 سال دیگه هم بتونن چیکار کنن ادامه بدن. حالا همیشه هم به نام همین معلولین بماند بتونیم به امید خدا کارامونو سبکتر کنیم. برو بی بخور بی میشا میشامونم حسن نباشی بله بعد تقریبا اومدیم حرکتی رو انجام دادیم و حالا تا انشالله ببینیم به درآمد برسه انشالله دیگه. خب این وقفی که شما کردی باقیات و صلاته برات میمونه همو جان سالگی در پیشوا به دنیا آمدم در شهرستان پیشوا. 3 سالم که بود پدرم هجرت کرد به گرمسار. در گرمسار پدر بنده روحانی بود ولی روحانی بود که کشاورزی میکرد، امرار معاش رو با کشت و کار انجام میداد. تا اونجا که من یادم میاد از سن 10 سالگی کار میکردم. جز به افتخارات من این بود که از سن 10 سالگی خرج پدر و مادر رو
برادرها رو من میدادم. طوری بود که در گرمسار مثلا میگفتن پسر به پدر من میگفتن مؤمن. میگفتن پسر مؤمن روزی 1000 تا خش میزنه. اون روز 1000 تا خش رو 7 تومن همه جا میدادن. ولی به من 10 تومن میدادن. برای که خش رو قشنگ میزدم. تمیز میزدم. کم نمیذاشتم. شروع خب اومدیم خب تهران قبلا این کار انجام داده بودیم اینجا معرفی کردن که شهرستان پیشوام خب همچین مرکزی رو میخواد دایر کنه دیگه ما به عنوانی که بمونیم خب اول معرف نبود اول خب اومدیم که اول کار شروع کنیم بچه های اینجا هم بتونن از این مرکز استفاده کنن دیگه با حاج آقا مؤمنی که آشنا شدیم کامل تا به اینجا رسیدش دیگه من حاج آقا مؤمنی رو تو همین مدت کمی که دیدمشون خیلی انسان عزیزیه، خیلی هم دوست داشتنیه و من همیشه تو خونه میگم ایشون بابای دوم منه یعنی دقیقا حکم پدر رو داره اینجا بچه ها خیلی دوستش دارن، اونم بچه ها رو خیلی دوست داره یکیشون نیاد سریعا میپرسه، زنگ میزنه، احوالش رو میپرسه خوب ایشون که میگه من یک سوم اموالمو واسه این کار گذاشتم خوب، حتما داره اینجوری فکر میکنه اگر نمیتونست کار جوری دیگه هم خرج کنه میشه جای دیگه هم خرج کرد پولشو گرفت سودشو گرفت درآمد بیشتری داشت ما نرم افزار اداری رو داریم میگیم رسیدیم به اکسل کارش هست به راحتی میتونه الان مثلا یه جای به عنوان یه منشی کار کنه اگه بخوام ما کلا شهرستان رو داریم بله ببینید از شهرستان کل شهرستان ورامین تحت پوشش داره حالا از قرچک شروع میشه ورامین پیشوا و روستای اطراف صبح میان مرکز ما بیشتر بحث حرفه آموزی و توان بخشی داره که بحث حرفه آموزیش خب بیشتر مد نظر هستش چون بحث اشتغال زایی بچه همون هستن اولین روز که اومدم هیچ کدوم از بچه ها سر کلاس هم نمی اومدن هر کی مثلا میمن میگفت کارت سخته و اینا بعد دیگه چون خودم هم یه جورایی مشاورم با بچه ها صحبت کردم دور خودم جمعشون کردم بعد یواش یواش یاد گرفتن یکم اول سختشون بود ولی به مرور یاد گرفتن خودم اصلا فکر نمی کردم اینا بتونن یه همچین کاری انجام بدن به مرور که گذاشتم کار خیلی خوب یاد گرفتن حتی از خودم هم بهترم زم الگوی کارم رو که میارم دیگه خودشون میکشن، میبرن، میدوزن بعد این کار رو که یاد گرفتن بعد من با حاج آقا مؤمنی صحبت کردم قرار شد نمایشگاه بزنیم قرار شد کاراشون رو برای تولیدی ها ببریم برای فروش من که اومدم اینجا هر فکر نمیکردم باشون اینجوری ارتباط بگیرم بعد الان یه روز نبینمشون واقعا دلم واسه شون تنگ شد بعد اردوهایی که میریم به کمک حاج آقا که اردوهایی که میذارم میریم اصلا ارتباط انقدر تنگا تنگه وقتی برمیگردیم همین یه روز جمعه ای هم که مثلا از هم دوریم سریعا به هم زنگ میزنیم چند تا از بچه ها اینجا سر کار رفتن جای دیگه دارن کار میکنن کار تایپ رو ما یاد دادیم کسی بتونه کار تایپ بگیره انجام بده خوب میتونه درآمد داره یعنی خیلی تفاوت هست بین یه آدم سالم با یه آدم معلول واسه کار واسه زندگی واسه رفت و آمد حتی طرز نگاه ها سر مسیر وایسی شما که سالمی یه دقیقه سوار میشیم ما شاید نیم ساعت هم بمونیم شاید از 100 نفر یه نفر مثلا حاضر نشه ما رو سوار کنه زندگی واسه همه سخت داره مخصوصا یه معلول سخت‌تره واسه شما سخته واسه ما سخت‌تره حاج آقا میخواد اینا رو پای خودشون وایسن دستشون تو جیب خودشون بره اگه قرار باشه به اینا پول بدی که درست نمیشه این کار اینجوری یعنی انگار همیشه محتاج یه نفرن حاج آقا میخواد روپای خودشون وایسن کارآموز داریم که ازدواج کردن زندگی دارن میچرخن همین آقای تایخانی خانم عبدالله‌زاده که اینجا هستن همین خانم تاجیک اینا همه ازدواج کردن ما دقیقشو داریم 15 تا زوج داریم ما دقیقاً از اون سالی که خب حالا خب خودتون میدید محیطی که حالا اومدن مختلف هفتن طبعاً ایجاد ازدواج پیش میاد براشون آشنا میشن ما تا الان داشتیم افرادی رو داشتیم که حالا یا هر جفت معلول بودن یا حالا یا خانم یا آقا معلول کسی که میخواد رو پا خودش بیسته از انجام هیچ کاری رو گردون نیست کار حلال البته نه حرام خدای نکرد خب ایشون بچه گرمسار بودن دیگه چند سال گرمسار بودن خربوزه خریده بودن از اونجا
آوردن تو بازار پیشوا که بفروشن و بالاخره یه درآمدی برای خودشون کسب بکنن. خربوزه ها رو میفروختن و خب ما هم کمکش میکردیم، داد میزد خربوزه کیلو 30 شایی، خربوزه کیلو 30 شایی. اون زحمت های نوجوانیش و جوانیش و به هر صورت وضع مالی پدر مادرشون ایشون رو یه جوان ساخته روپای خود تربیت کرد. ششم ابتدایی مونو در حاجی آباد گرمسار گرفتیم. از ده ما تا حاجی آباد 14 کیلومتر فاصله بود. حتی مثلا پدرم یک گیوه برای ما خریده بود، گیوه رو می‌زدیم زیر بغلمون، پابره نمی‌رفتیم که مبادا گیوه کهنه بشه. با این سختی ما کلاس ششم ابتداییمون رو گرفت. پدرم گفت که بابا جون برو تهران، یه تومن مادرم به من داد، دو تومنم پدرم، یعنی با سه تومن به من گفتن برو تهران. برای اینکه من این کرایه رو ندم، ما بالای ماشین باری نشستیم، اون بنده خدا راننده هم کرایه از ما نگرفت. ساعت 2:30 ما رسیدیم میدون خراسان. از گرمسار تا اینجا بالای ماشین تلق و تلق و تلق، گرسنه. داخل میدون خراسان گوشش یه رستوران بود، چلو خورشتی بود. ما رفتیم اونجا و دیدیم که مثلا چلو خورش نمیشه 8000. این بنده خدا سالاد گذاشته بود و نوشابه گذاشته بود و غذا برای ما گذاشته. من فکر کردم مثلا همه اینا 8000ه. یاد خالی ما غذاها رو خوردیم. این بنده خدا دید وقتی من با ولع غذا میخورم، پشبندم برای من آورد. رسم بود قدیما بزنی یکی که سیر نشده برایشون غذا میوردن، ولی با همون قیمت حساب میکردن. بعد همون ساعت 4 که اومدم بیرون، آقا شاگرد نمیخواید، یکی گفت ببینم پس ازشون چی میگی. گفتم میخوام کار کنم، کار دارید به من بدید. خلاصه به من گفت جارو رو بعد اونجا جارو کنم. جارو کردیم و یواش یواش شد ساعت 10 شب. دیدن من نمیرم. گفتن تو چرا نمیری؟ گفتم من جایی ندارم برم، من اگه اجازه بدم پشت در میخوابم. گفت پشت در که نمیشه. گفتم خب اب نداره، من میرم تو خیابون راه میرم تا صبح. طوری شد که من در عرض 3 ماه طوری کار رو یاد گرفتم که دستگاه تراش رو به من داد، گفت پا دستگاه تراش کار. 2 سال از این ماجرا گذشت. یکی از روزها من جمعه بود، گفتم خیلی خوب بلند شدم برم یه خورده بگردم، آخه همش که نمیشه که کار کنیم که. دیدم یه جای مدرسه هست خیلی شلوغه. این توی مدرسه حدود 400-500 نفر جمعیت وایساده. من سوال کردم اینجا چه خبره؟ گفت در این مدرسه کسایی که ششم ابتدایی دارن و بی بضاعت هستن و کسی کاری رو ندارن، اینجا این بچه‌ها رو گزینش میکنن، کار یادشون میدن، شبانه روزی هست و درس هم میخونن. شاگرد اولش هم میشن اتریش. دیگه سالهای آخر درس زیاد شد، دیگه من گفتم بمونم درس رو بخونم. درس رو خوندیم شدیم شاگرد اول. هر سال میشدم شاگرد اول. در نتیجه به ما گفتن که اسم در اومده بره اتریش. ما اونجا مهندسیمون رو گرفتیم. بعدم اینجا تعهد از ما گرفته بودن که این همه خدمت به شما شده، شما از اتریش برگردین 5 سال خدمت کنین، تلافی اونا در بیاد. همه گفتن نریم و نیاییم و نیشون. من گفتم من میرم ایران. از اتریش من حدود 60,000 تومن پول با خودم آوردم. آوردم سرمایه دست کردم و حالا هم 24 ساعت در هفته میرم تو این مدرسه معلمم، بعد 24 ساعتش هم میام تو مغازه خودم کار میکنم.